با سلام و درود به دوستان عزیزم در کانال تاپ پایپ فارسی. غذاهای مفید برای کبد چرب. خوردن غذای مفید برای کبد چرب و درمان چربی کبد بسیار مهم است. غذاهای زیادی ممکن است برای کبد چرب مفید باشد، اما برخی از غذاها تاثیر بسیار زیادی بر روی سلامت کبد دارد که در این ویدیو در تاپ پایپ فارسی ما آنها را به شما معرفی می‌کنیم. قبل از اینکه به سراغ این لیست برویم، از شما درخواست دارم که لطفا ما رو سابسکرایب کنید و برای دیدن ویدیوهای بعدی ما زنگولک کنار سابسکرایب رو هم بزنید. یک، مصرف قهوه. مصرف قهوه به کاهش سطح آنزیم‌های غیر طبیعی کبد کمک می‌کند. مطالعات نشان می‌دهد افرادی که دارای بیماری کبد چرب هستند در رژیم غذایی خود از نوشیدنی قهوه استفاده می‌کنند آسیب کمتری نسبت افرادی که دارای همین بیماری ولی بدون مصرف نوشیدنی‌های کافئین دار به کبد خود وارد می‌کنند. به نظر می‌رسد مصرف کافئین سبب کاهش حجم آنزیم‌های کبدی غیر معمول در افراد در معرض خطر کبد چرب می‌شود. 2. مصرف سبزیجات. مصرف سبزیجات جهت جلوگیری از ساخته شدن چربی توصیه شده است. به نظر می رسد کلم بروکلی مانع از ساخته شدن چربی در کبد موش می شود. مصرف دیگر سبزیجات مانند اسفناج، کرم بروکسل و کرم پیچ علاوه بر کمک به درمان کبد چرب می تواند جهت کاهش وزن نیز مؤثر باشد. 3. مصرف توفو. توفو یا پنیر لوبیا غذایی است که از فرآیند بستن شیر سویا به دست می آید. توفو جهت کاهش ساخته شدن چربی بسیار مفید است. مطالعات انجام گرفته بر روی موشا نشان داد پروتئین سویا که از لحاظ مواد تشکیل دهنده مشابه توفو می باشد می تواند سبب کاهش ساخته شدن چربی در کبد شود. لازم به ذکر است که توفو کم چرب بوده ولی دارای پروتئین زیاد می باشد. 4. مصرف ماهی. مصرف ماهی جهت کاهش تورم و تنظیم چربی مفید است. ماهی های چرب مانند ماهی سالمون، ساردین، تونا و قزلالا منبع غنی از اسیدهای چرب اومگا 3 می باشند. اسیدهای چرب اومگا 3 سبب کاهش سطح چربی کبد و کاهش تورم می شوند. 5. مصرف بلغور جوی دوسر. جهت کسب انرژی بلغور جوی دوسر استفاده کنید. کربوهیدرات های به دست آمده از دانه های همانند جوی دوسر سبب افزایش انرژی بدن می شوند. فیبر موجود در آن سبب احساس سیری در شما می شود که به حفظ وزن مطلوب شما کمک می کند. 6. مصرف گردو. مصرف گردو می تواند به بهبود وزن کبد کمک کند. دانه های گردو منبع غنی اومگا 3 محسوب می شوند. تحقیقات نشان داده است که افراد دارای کبد چرب که در رژیم غذایی خود گردو مصرف می کنند، عملکرد کبدی بهتری را در آزمایشات نشان می دهند. 7. مصرف آووکادو. برای حفاظت از کبد، آووکادو مصرف کنید. آووکادو حاوی چربی های خوب می باشد. تحقیقات نشان می دهد که این مواد شیمیایی سبب کاهش آسیب های کبدی می شود. همچنین آووکادو حاوی مقدار زیادی فیبر است که به کنترل وزن کمک می کند. پیشنهاد می‌کنیم سالاد آووکادو تازه و قارچ را حتما امتحان کنید. 8. مصرف شیر و لبنیات کم چرب. مطابق تحقیقات انجام گرفته در سال 2011 بر روی موش‌ها، لبنیات حاوی میزان بالای پروتئین می‌باشند که می‌توانند آسیب‌های وارده به کبد را کاهش دهند. 9. مصرف دانه آفتابگردان. از دانه آفتابگردان به عنوان آنتی اکسیدان قوی استفاده کنید. این دانه های معطر حاوی مقدار زیادی ویتامین ای هستند. ویتامین ای به عنوان یک آنتی اکسیدان جهت حفاظت از کبد در برابر آسیب های بیشتر عمل می کنند. 10. مصرف روغن زیتون. یکی از روش های کنترل و درمان کبد چرب کنترل و کاهش وزن است که با مصرف روغن زیتون می توانید وزن خود را کنترل کنید. سالمترین روغن، روغن است که حاوی میزان بالایی از اسیدهای چرب اومگا 3 است. روغن زیتون برای پخت و پز سالمتر و بهتر از روغنهای نباتی، کره و روغن تارد کننده شیرنی می باشد.
تحقیقات نشان داده است که روغن زیتون به کاهش سطح آنزیم‌های کبدی و کنترل وزن کمک می‌کند. 11. مصرف سیر. سیر به عنوان چاشنی نه تنها به غذای شما عطر و طعم خوبی می‌دهد، بلکه تحقیقات صورت گرفته نشان می‌دهد مصرف پودر سیر در افراد دارای بیماری‌های کبد چرب سبب کاهش وزن و چربی شده است. 12. مصرف چای سبز. چای سبز جهت کاهش جذب چربی بسیار مفید است و می‌تواند بیماری کبد چرب را بهبود ببخشد. اطلاعات نشان می‌دهند که مصرف چای سبز می‌تواند مانع جذب چربی توسط بدن شود، اما این نتایج هنوز قطعی نشده‌اند. همچنین مطالعاتی در حال انجام است که نشان می‌دهد مصرف چای سبز سبب کاهش ذخیره چربی در کبد و بهبود عملکرد آن خواهد شد. 13. کلم. انواع کلم مثل بروکلی، گل کلم، کلم پیچ و کرم بروکسل به درمان کبد چرب کمک می‌کند. کلم‌ها دارای خاصیت سمزدایی قوی برای کبد هستند. این سبزیجات دارای موادی هستند که بعضی سموم را در بدن خنسا می‌کنند، مثل نیتروزامین موجود در دود سیگار. 14. لیمو ترش و آب داغ. مصرف آب لیمو ترش تازه همراه با آب داغ به رفع کبد چرب کمک می‌کند. آب لیموی ترش تازه را در یک لیوان آب داغ بریزید و اول صبح به طور ناشتا بنوشید، البته اگر ناراحتی معده ندارید. این کار باعث می‌شود که کبد پاک شود و عمل سمزدایی و تصفیه آن افزایش یابد. همچنین استفاده از آب لیمو ترش تازه همراه با آب داغ تولید صفرا را تحریک می کند. معده و روده را پاک کرده و حرکت روده را افزایش می دهد. 15. چغندر. مصرف چغندر به فرایند تصفیه خون کمک می کند و همچنین فلزات سنگین را در بدن جذب می کند. 16. میوه های غنی از آنتی اکسیدان. بر اساس مطالعاتی مشخص شده که میوه‌های مانند طالبی، توت فرنگی، آلو، شاتوت، گریپ فروت، پرتقال، زغالخته، کشمش، تمشک، سیب و گلابی بیشترین مقدار آنتی اکسیدان‌ها را دارند و می‌توانند به درمان کبد چرب کمک کنند. 17. موز. وجود 470 میلی گرم پتاسیم و مواد مغذی دیگر در موز آن را به میوه‌ای مفید برای تصفیه کبد تبدیل کرده است. مصرف موز به هضم مواد غذایی کمک می کند و فلزات سنگین و سموم را از بدن می زداید. شما برای مقابله با کبد چرب از چه مواد غذایی در رژیم غذایی خود استفاده می کنید؟ لطفاً تجربیات شخصی خودتون را در کامنت با ما به اشتراک بگذارید و از ما حمایت کنید. تا ویدیوهای بعدی ما در این کانال، خدا نگهدار.